یکی از برنامه هایی که خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته بود برنامه‌ای که راجع مفاصل صحبت کردم و ورم مفاصل و یا به هر حال کسانی که دوچار آرتروز هستن و خیلی خواستیم بیشتر من اینو بشکاف همش و یه مقدار بیشتر بازش کنم و شاید یه سری اطلاعات بیشتری خدمتون بدم یکی از توصیه هایی که خیلی مهمه در مورد ورم مفاصل خدمتون بگم خیلی از کسانی که آرتروز دارن قرص کلسیوم میخورن که این میتونه درد شما رو چندین و چند برابر بکنه به خصوص به خاطر اینکه نوع قرص کلسیوم هم که میخورین به احتمال 95 درصد کلسیوم کاربونت و یا مشتقات کلسیوم کاربونت که میتونه روی مفاصل رسوب رو بکنه و ما رو دو چار مشکلات خیلی زیادی بکنه البته روی همه جای بدن مختلف بدن میتونه رسوب بکنه توی عروق میتونه رسوب کنه توی کلیه ها میتونه رسوب کنه و دیگر اعضای بدن و خیلی باید رعایت کنی و همچنین مصرف لبنیات کلسیومی که در لبنیات وجود داره باز میتونه رسوب کنه و باعث ناراحتی خیلی زیاد بشه اگر شما همین دو تا قرص کلسیوم و لبنیات رو کسانی که آرتروز دارین قطع بکنین میبینی که چقدر بهتر شدین یکی دیگه از موادی که میتونه برای 35 تا 40 درصد اشخاصی که آرتروز دارن کمک کنه خانواده نایت شیدز هستن که اینها شامل سیب زمینی، بادمجان، فلفل فل از این فلفل فل های فلفل فل دلمه ای و سیب زمینی و گوجه فرنگی گوج این چهار موادی هستند که جزء خانواده نایت هستند و برای 35 تا 40 درصد مردم که اینها رو قطع میکنن خیلی حالشون بهتر میشه ورزش های خیلی آروم بسیار مفیدن یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که مطمئن باشین که لول و یا سطح ویتامین دیتون به اندازه باشه و اگر که نیست حتماً نوع ویتامین دی به خصوصی که برای بدن شما مناسبه حتما مصرف کنین بهره بر بری از نور آفتاب بسیار میتونه به شما کمک بکنه مصرف آبو که خدمتون گفتم اون هم بسیار میتونه کمک بکنه و مصرف مگنزیوم و نه کلسیوم خیلی میتونه به این موارد کمک زیادی بکنه از غذاهایی که به شما باز میتونه کمک بکنه علاوه بر زنجفیل و زردچوبه و آناناس و پاین که گفتم و پاپایا بامیه هم خیلی میتونه برای ورم مفاصل به شما کمک بکنه که در بسیاری از غذاهای ایرانی وجود داره